سلام شاروخ خان. سلام کمیل. خوش اومدین. ارباب کجاست؟ بفرمایید داخل هستم. سلام ارباب. اومدی شاهرخ؟ بله قربان. به محض اینکه دستورتون رسید بلافاصله حرکت کردم. بهتره بریم بیرون کمی قدم بزنیم. امر شماست. بفرمایید. خواهش میکنم. مسئله خیلی مهمه که خواستم بیای پیشم و برای ناخوشایندی رسیده شاهرخ. خبرای ناخوشایند؟ آره، هنوز چند روزی نیست که از معامله اخیرمون گذشته. فکر میکنی ماجرا از کجا آب میخوره؟ متوجه منظورتو نمیشم. کدوم ماجرا؟ دیروز تو یه چشم به هم زدن، عده‌ای از طرفین ما به دست مأمورین افتادن. چطور ممکنه؟ شاید از بیکفایتی خودشون بوده. شایدم از بیکفایتی تو بوده. چرا بیکفایتی من؟ چرا نداره؟ شایدم کار جبار بوده. برای من فرقی نمی کنه. بیشتر مواظب باش. چشم بربا. زیاد منو منتظر نذار. اگر زنده است پیداش کن. مطمئن باشی درباب، اگر زنده باشه جنازه‌شو براتون میارم. ضمناً قرار امشب فراموش نشه. چشم بربا. باشه قربونت رو خدا حافظ. سلام علیکم. سلام قربان. سعید کجاست؟ هنوز نیامده. روشنگ بمونه، بقیه بیرون. روشنگ هم بفهمی. بشین. جبار رو کی خلاص کرد؟ خب بهرام. و تو کنارش بودی؟ آره آقا. چطور؟ ببینم، وقتی جبار فهمید قرار کشته بشه چیزی نگفت؟ مگه قرار بود چیزی هم بگه؟ منظورم اینه که پرخاش نکرد، تهدید نکرد، نگفت کسی رو لو داده؟ چرا؟ اون با شامت میگفت نامه رو من نوشتم. دقیقاً چی گفت؟
میگفت نامه رو به این منظور نوشته که ما رو لو بده، یه همچین چیزایی. درست گوشت باز کن هوشنگ، هیچ دوست ندارم برای نجات جونت مثل جبار التماس کنی. مگه خطایی از من سر زده؟ هنوز نه، ولی ممکنم. من زیر سوال رفتم، تعدادی از طرفای ما رو لو دادم. از کجا میخوره مشخص نیست، باید بیشتر حواستو جمع کنی. ارباب کسی رو که خیانت کرده خواسته. من نهایت سعیمو میکنم شاروخان. بچه ها رو آماده کن، جنس ها رو میبرم، با پول برمیگردم. چشم آقا، امری نیست؟ چرا؟ خواستم بدونم تو به کسی مشکوک نیستی؟ والا آقا یه حدسه، یقین ندارم. چی میخوای بگی؟ حرفتو بزن. نظرم شاید غلط باشه، ولی... ولی چی؟ چرا تفره میری؟ میدونی شاروخان، من خیلی وقت به این پسر سعیدو میگم، مشکوکم. راستش بعضی از کاراش غیرعادیه. زبونت گاز بگیر، بر بیکارت. چشم آقا، گفتم که مطمئن نیستم. وقتی مطمئن نیستی حرفشم نزن. چشم، با اجازه. زیاد منو منتظر نذار، اگر زنده است پیداش کن. بفرمایید شاروخان. بگید بهرام بیاد پیش من. چشم. امری داشتید؟ سعید اومده؟ خیلی وقته. امیدوارم این دفعه دیگه کارو خراب نکنه. کدوم کارو؟ گوش کن، سوال نکن. چشم. یه مأموریت برات دارم، فکر میکنم از وقتش بر بیای. برمیام آقا، برمیام. آفرین. حالا درست گوش کن ببین چی میگم. ای داد بیداد، درست این ساعت کوکی شدیم. چت شده؟ چرا اخما تو همه؟ من یک کشتیات غرق شده. تو هم دلت خوشا، خب حقم داری. تازه از راه رسیدی، همه چی واسه تازگی داره. حرفت دلتو بزن. چی بگم؟ از کجاش بگم؟ آدم که سفره دلشو پیش هر کسی نمیتونه وا کنه. هر جور که راحتی، از واسه همیشه سفره دلت بسته باشه، انگار اینطوری بهتره. کدوم گوری موندم؟ نکنه سر قرار نیام. حتما میام. اعصابتو بی خودی خط خطی نکن. ده همینه که میگم شدیم این ساعت کوکی. کار کردن خر و خوردن یابو. منظورت به کیه؟ خب معلومه دیگه، من و تو خطرشو به جونمون خریدیم، در عوض از ما بهترون عشقشو. ککشونم نمیگذه. بهتره که وارد معقولات نشی، هیچ خوشم نمیاد. تو بابت کارت پول میگیری، مگه اینطور نیست؟ انگاری اومدم. ماشین روشن نگردار، حواستم جمع باشه.
من عباسم جامعه، تو هم فراموش نکن، اول پول بعد جنس. جنس آوردی؟ آره آوردم، یه نگاه کن. مثل بچه آدم ساکو بذار زمین رو برو. من میدونستم، ولی دیشب کاملا مطمئن شدم اون به خاطر وفاداری به شما چیزی نمونده بود جونشو از دست بده. که اینطور، منم میدونستم، میدونستم که سعید هم تا نداره، با شعوره، فهمیده است، با فکرش عمل میکنه. سعید هیچ وقت به ما خیانت نمیکنه. بله همینطوره قربان. شاهرخ بله های تلفن میخواند. آمدم. پاشو بریم دخترم، پاشو. کاره تالی بود، یادم منداز یه هدیه خوب برات بخرم. قربون شما شاروخان. بیبریم دخترم. چشم بابا. برای تو هم یه هدیه خوب بخرم دخترم.
از شما انتظار نداشتم شاهرخ خان. بهتره حرف دلتو بزنی. افراد شما تو معامله تقلب کردن. تقلب نه تو کار منه نه تو کار افرادم. اشکال کار از خودتونه. از کجا معلومه که اینطور باشه؟ الان رو در رو ایستادیم. میتونی از خودشون سوال کنی. افراد خودت میخواستن تقلب کنن، اونش هم باید میپرداختی. احمق، به وقتش حسابتو میرسم. حق با تو شاهرخ خان، خلاف واقعیتو به من گفتن. مثل همیشه برنده تویی. حالا بهتره که بریم سر اصل مطلب. آرتور که میل شماست، ما با دست پر اومدیم. جنسش خالص اردشیر خان. باز چرا معطلی؟ تمومش کن. چشم اردشیر خان. به امید دیدار دوست من. به امید دیدار. از کمی دور شد. خیلی خوب سید، حالا برو. Take her now.
پاشو 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 پاشو. ما امروز با یه دشمن قوی در افتادیم، دشمنی که بسیار زیرک و کارکشته است. تشکیلات عفوی سیاه محدود نیست، بلکه بسیار هم گسترده است و از اونچه که فکرشو نمی کردیم فراتر و وسیع تره. حتما سوال می کنید که چرا من تا این حد دشمن را قوی و قدرتمند به حساب میارم. خب براش جواب دارم. از این که بدونی تعریف چقدر هوشیار یا قدرتمنده ابایی نداریم، ولی دونستنش هم بیفایده نیست، چون مام در صدد چاره‌جویی برمیاییم و سعی میکنیم منابع اطلاعاتی خودمون رو قوی تر، گسترده تر و حساب شده تر به کار بگیریم. شما فکر میکنید که ما کی بتونیم وارد عملیات نهایی بشیم؟ زمانش مشخص نیست، چون هنوز مدارک لازم علیه افعی به دست نیوردیم، ولی امیدوار هستیم بتونیم به یاری خداوند گام به گام پیش بریم تا به افعی سیاه دست پیدا کنیم. یا از جاش تکون نخوره تایر برو بالا ای فرکت.
جنسه رو آوردیم. آره سید، موقعیت رو گزارش کن. باشه. مرکز از امید، مرکز از امید. امید بگوشم. مطالب مخون بود. مرتب با ما در تماس بشه. اطاعت میشه مرکز. تمام. سلام، خیلی دیر کردم. تو ترافیک مونده بودم. همه جنسا رو آوردی؟ آره، تو سکه. به شاروخان بگو بازم میخوام. باشه، حتما بهشون میگم. امر دیگه ای نداری؟ با امید دیدار. قربان شم. عجله نکنید آقا، شما باید با ما بیه. بفرمایید. برای چی؟ ببرش. اومده. حرکت کن. سعی نکن با این سهلنگار یاد منو عصبانی کنی. متوجه منظورتو نمیشم. از من خطایی سرزده؟ بدتر. خطا کردن چیز کوچکیه و قابل بخشش، ولی چی ارباب؟ ولی لو رفتن طرفای ما خیر. باز کسی لو رفته؟ بله، تا یه چند روز گذشته دی از خریدارای ما رو دستگیر کردن. این غیر ممکنه. غیر ممکن وجود نداره. من به این پسر مشکوکم. کدوم پسره؟ همون که تازه اومده. سعیدو میگید؟ آره، همون سعید. ولی ارباب، همون سعید بارها تونسته با فداکاری خودش خیانت بعضی از خریدارا رو خونسا کنه. حالا چطور ممکنه خودش به ما خیانت کنه؟ به هر حال یک نفر داره به ما خیانت میکنه. اگه انقدر به سعید اطمینان داری، بگرد سوژه اصلی رو پیدا کن. فهمیدی؟ باشه ارباب، قول میدم پیداش کنم. امری نیست؟ خیر، دیگه کاری ندارم. چی شده شاروخ؟ اتفاقی افتاده؟ انگار یه جاسوس داریم. جاسوس؟ آره، جاسوس.
ارباب خیلی عصبانی بود، سر خیانت کارو ازم خواسته. منم موظفم که پیداش کنم. منظره قشنگی به. بله همینطوره. خب پس چند لحظه توقف. چشم. گوش کن بهرام، من همیشه رو تو حساب کردم. نظر لطفتونه، هنوزم میتونید حساب کنید. خوبه. دیشب ارباب با من تماس تلفنی داشت، خیلی عصبانی بود. ببخشید میتونم یه سوالی بکنم؟ راحت باش، حرفتو بزن. میشه علت عصبانیت اربابو بدونم؟ آره؟ بایدم بدونی. ممنونم. یکی داره به ما خیانت میکنه. خیانت؟ بله خیانت. و هر کسی هم هست خیلی هم زیرکه. شما به کسی مزنونی؟ این سوالو تو باید جواب بدی. چرا من؟ چرا که نه، تو بیشتر با بچه در ارتباطی، راحت تر میتونی پیداش کنی. ببین شارو خان، زیاد خاطر جمع نیستم. چی میخوای بگی؟ حرفت بزن. شاید تشخیصم درست نباشه. بهتر بریم سر اصل مطلب. من فکر میکنم کار هوشنگ باشه. هوشنگ؟ بله هوشنگ. حتما برای این حرف دلایلی هم داری. به دو دلیل فکر میکنم کار اون باشه. دلیل اول، هوشنگ ریاست طلبه. دلیل دوم، دوم این که هوشنگ میخواد با آلوده کردن ذهن ارباب نظر ایشونو نسبت به شما عوض کنه تا به خیال خودش بتونه زبونم لال جای شما رو بگیره. باور کردنی نیست، این غیر ممکنه. غیر ممکن. خیالتون راحت باشه، راضی کردن شاروخان با من. شاروخان دل خوشی از من نداره، بعید میدونم که اون با من معامله بکنه. نه، تو سهم منو کنار بذار، گفتم که شاروخ با من.
باشه سهمت کناره. نمیدونی چه جای خوبی بود. حتما یه بار با هم میریم. بذار یه فرصت مناسب پیش بیاد. چند روزی میریم. خوش اومدی شاروخ خان. خواهش میکنم بفرمایید. انتظار آمدن منو نداشتی ها؟ خب اگه قبلا تشریف فرماییتون رو اطلاع میدادین شرایط رو براتون مهیا میکردم. شرایط مهیاست، بهتر از این نمیشه. هر طور که میل شماست شاروخ خان. بفرمایید. کی تا حالا با رقبای ما هم پیاله شدی؟ آقای آرام دیگه رقیب شما نیستن، اومدن تا شاید بازم بتونن با ما معامله کنن. چرا پیش تو؟ خب این فکری بود که آقای آرام کردن. فکر میکنم یه چیزی رو فراموش کردی هوشنگ. چی رو فراموش کردیم قربان؟ مرگ جبار باید برات درس عبرت میشد. جبار؟ منظورتون چیه؟ پر واضحه، ما همیشه با خیانتکارا چی کار میکنیم. ولی شاروخ خان من هیچ وقت به شما خیانت نکردم. چرا کردی؟ دوازشم باید پس بدی. شما دارین اشتباه میکنین. هرگز. اینطور که شنیدم تصمیم داری پا جای پای من بگذاری. جسارت قربان، کی همچی حرفی رو زده؟ مهم نیست بهرام. بله. شاروخ چی کار میخوایی میکنی؟ ببینین شاروخ خان، من مطمئنم که شما اشتباه میکنی، پشیمون میشی. ببار صدا تو. نه شاروخ خان، نه شاروخ خان، خواهش میکنم.